بینندگان جان سلام بر شما، از اینکه ما در زاویه حضورتون قرار دادید از یکان یکان شما بسیار بسیار سپاسگزارم. در ایام عید هستیم و فرصتی دست داده تا در خدمت سنبل نظام، سمنین شیرین مقام عظما، ماهی قرمز جمهوری اسلامی، حجت الاسلام و مسلمین قرائتی باشیم. آقا سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. آقا شما عید مبارکی با بینندگان گرام داشته باشید، بعد من خدمت میرسم سوال میپرسم شما جواب بفرمایید. این ایام رو تسلیت عرض میکنم در خدمت شما هستم. سنجه چیچی رو تسلیت عرض میکنم؟ من دارم بهت میگم ای داره تو می تسلیت عرض میکنم، نظام میفرمن بلش کن بریم سر سوالا. اگر سوالی بود که من جوابشو بلد بودم در خدمت شما هستم، اگرم بلد نبودم میگم این نداری. قارپوز بلد نباشی همچی مدگنک بزنم از این بره استودیو پرد شون بره استودیو. بابا ناسلامتی میگن شما یکی از اساتید به نام حوزه هستید. نه من یا گنجشی یا تارنکبوتی بیشتر نیستم. آقا خواهشان راز بقا برنامه بعدی قات نزن، این برنامه احکام ولایته. اصلا بلش کن، اگه میشه درباره آخرین کتابتون برای بینندگان جان توضیح بفرمایید. یک کتابی من دارم به نام امر معروف و نهی از منکر. در اون کتاب 30 تا روش نوشتم که 30 روش داریم برای امر معروف و نهی از منکر برای گفتگو. 30 روش؟ حالا میشه به عنوان مثال یکی از اون روشایی که تو کتابتون اومده رو برام بگین؟ مثلا اگر میخوای پیاز بخوری شب جمعه، اگر فردا میخوای بری نماز جمعه پیاز نخور. بابا پیاز چیه؟ مگه میخوای شکمتو نهی از منکر کنی؟ آخه وسط بحث احکام و ارزش‌های نظام پیاز هم بحثه که تو پیش میکشی؟ پیاز برای بدن خوبه، به خصوص که دو تا غذا رو گفتن به پیاز حتما بخورید، تخم مرغ و برنج. حالا این یه رساله تحقیقاتی میخواد که تو دنیای تغذیه ببینن برنج و تخم مرغ چه مشکلی داره که باید با پیاز جبران بشه. اتفاقی که گفتی تو رساله تحقیقاتی امام اومده، میگه تخم مرغ و برنج چی کشکی داره میگی تو؟ آخه ما داریم بحث ولایت فقیه رو میخوایم بکنیم، رسیدیم به پیاز و تخم مرغ و گنجشک و تارنکبوت و آخه تو که اهل سوتی دادنی بگویم مقام عظما جوونیاش این بافورش کجا میذاش؟ پشت گوشش میذاشت، مثل قلم مداد بود نجارا میذاشت اینجا، یعنی تو نزدیک اینجا. خواهشان بس کن، من خواهش دارم و تمنا میکنم از اون بس کن، جدی دارم میگم واقعا حالمونو به انزدی اون فیلم من قرمو شکل دارم، خجالت نمیکشه اینقدر دیکل این وضعیته. خب این برنامه فردا پخش میشه، مردم میبیننه، چی میخوای جوابشونو بدی؟ فردا میرم بیرون میگم خونه امام بودم، امام برم غذا بودم. ای بابا این قات زده جدی قرصش آورد، این قات زده نکنه این ما رو با امام اشتما گرفتی تو بودن نرو بگی من امام هم فردا میگم من اینجوری باید بکنم. بابا حالا گدی با آب چایی چیزی بخور شاید قضیت رد کن دوباره سوار شد. بنده آب میخوام بخورم، شما آب به من میدی یا چای؟ اگر تو این چای مگس بشه من از خیر آب میگذرم، نه که آب نمیخوام، آب میخوام، این آب که تو من میدی مگس بشه. من ندادم که خود رو میذاردش. عجب داستانی که سفسطی بیا خوبی کن شندر بازه چایی میرم مثل اصلا اون داری مگسی میکنی کم کم. بیا آخر برنامه یک حرف محتوایی بزن، اصلا راجع به معدن ارزش های نظام صحبت کن. این معدن هنوز کشف نشده، معدنش رو نچشیدیم و نچشیدند، نه بزرگان به ما چشاندند، نه ما به نسل نو چشاندیم. این شعار من چند سال اینه، نچشیدند نچشیدیم نه ما به نسل نو چشاندیم. اوما بهش میگم معدن ارزش های نظام، من آزمای ولایت کشید نار بعدی میگم رفته رو اسه چشایی و شکمی جا تخت. نخواستیم حرف محتوایی بزنم، همون بحث پیاز بس بود، بس آقا جون نمیخواد صحبت کنه. آقا یعنی به ما روان پاک بگو بس رو ببینم ما دیوونه که به چه داره شما میتونیم چه تا دارم درسته همون تو نظام جمهوری اسلامی فدرالش بس رو ببینم ما.